ها امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه امروز با هم هستیم تا یه ویدیو آموزشی ایتالیایی دیگه با هم دیگه ببینیم. خب جلسه پیش ما درس 4 تموم کردیم. جلسه پیش درس 4 تموم کردیم. جلسه قبل تا وسطه درس 5 رفتیم در مورد رزرو هتل و اتاق و اینا صحبت میکردیم. خب امروز بریم درس 5مون رو ادامه بدیم. ببینیم که به کجا میرسیم. خب شما کتابتون رو باز کنید به این صورت. خب یادتون باشه جلسه پیش اینو خوندیم، یک رزرو یک اتاق بود. نکته چه و نکته چیسونو رو با هم بررسی کردیم. چه چیسونو گفتیم بعد چه مفرد می اومد، بعد چیسونو جمع می اومد. وربو پوتره توانستن. خب بریم ادامه درس رو بدیم. ادامه درس پاجینا 64. خب یه سری وسیله داریم اینجا. یه سری وسیله داریم، مثلا حالا تو خونه هست یا توی هتل. بریم ببینیم آشنا میشیم که چیا هستن. خب نمره 1 ایل کوشینو، بالش. ایل کوشینو، ایل لتو، تخت خواب. ایل تاولو، میز. لا والیجا، چمدون. کارتا ایجنیکا، نمیدونم حالا مال شما مثل مال من هست یا نه، ولی من می نویسم برای اطمینان. لا کارتا ایجنیکا. بذار فونتشم بزرگتر کنم. میشه دستمال توالت. کارتا ایجنیکا. اوکی così. کارتا ایجنیکا. Poi abbiamo la coperta. Coperta میشه حالت پتو، کوپرتا. و حواستون باشه کلمه کوپرتو میشه چیزی که سرپوشیده باشه. کوپرتو. و اینجا کوپرتا میشه پتو. لا سدیا، صندلی. لارمادیو، کمد، کمد قدی. لامپادا. بچه ببینید به خود لامپ که میرید میخرید و خود کل حالت به این شکلت لوستر رو میگن لامپادا. ساپونتا، صابون جامد. و ساپونه میشه صابون مایع. بذارید من همینجا براتون بنویسم دیگه، هی چیزش نکنیم، عوضش نکنیم. ببخشید وجود رو میکشه تا خودش رو لود کنه. اوکی. پس ساپونتا گفتیم صابون جامد. ساپونه که میشه ایل ساپونه میشه صابون مایع. ایل ساپونه. بذار اینجوری شو نمیدونم چرا. ایل ترموسیفونه، شوفاژ، رادیاتور. لاشوگا کاپلی میشه سشوار. بچا وربو asciugare میشه پرید اینش. اشوگاره میشه خشک کردن. کپیلی هم میشه مو، چیزی که مو رو خشک میکنه. در از همون سشوار میشه. اشوگا معنو، چیزی که دست رو خشک میکنه. معنو میشه دست. اشوگا معنو میشه حوله. اشوگا معنو. خب بریم ببینیم یک مکالمه هست اینجا. بریم ببینیم که چیزی که بهتون پیشنهاد میکنم اینو شروع کنید به نوشتن. که کازا چه؟ چه چیزی هستش؟ این تصویر رو شروع کنید به توضیح دادن. مثلا در سمت چپ یه تخت هست با یه رو تختی سبز و سمت راستش یه دونه میزه، بالاش یه دونه تلفن آبیه. اینجوری شروع کنید به جمله بندی کردن. خب نمره 7 میگه اون پروبلیما، یک مشکل دارم، یک مشکلی دارم. ببینید یه نکته مهم هست. پروبلیما قیافش مؤنثه، یعنی با ا تموم شده، ولی ماهیتش مذکره، هست اون پروبلیما. پس حواستون باشه همیشه هست، همیشه مذکره، یعنی اون پروبلیما. خب اینجا یک مکالمه میبینید که یه پارتش اینجاست، یه پارتش هم اینجاست. من چون مجبورم میخوام هر دو حالت رو ببینم که حل بکنم، نمیتونم خیلی زوم کنم. شما سعی کنید که مثلا با کتاب خودتون ببینید. خب میگه اون پروبلیما، یک مشکلی دارم. این مشکلش چیه؟ خب یه مکالمه هست، قاعدتا اینجا یه نفر داره یه چیزی میگه و اینجا هم داره یه نفر جواب میده. جوابش رو ببینیم. می buonasera, senta, ho un problema. عصب خیر، گوش کنید یه مشکلی دارم. ho un problema. خب رتبتون پیشنهاد کنید، اینجا استاپ کنید، خودتون حل کنید، بعد بیاید باز دوباره نگاه کنید، حلش بکنید، یعنی با هم ببینیم که چجوری هست. خب من حلش میکنم. لتر F میگه reception buonasera که reception عصب خیر که طرفم داره میگه buonasera senta un problema. خب جواب میگه qual è la sua camera؟ اتاق شما کدومه؟ qual è la sua camera؟ la numero 18 شماره 18 میگه 18 ok mi dica signora che problema ha؟ mi dica جلسات پیش دیدیم، بفرمایید بگید خانم، می دیکا بفرمایید بگید خانم چه مشکلی دارید؟ che problema ha؟ میگه nel bagno non funziona il termosifone. میگه در سرویس بهداشتی بانیو non funziona verbo funzionare کار کردن، non funziona کار نمیکنه شوفاش رادیاتور il termosifone. میگه forse è spento. میگه شاید خاموش هست. spento خاموش، acceso روشن. forse è spento شد خاموشه. viene subito qualcuno a controllare. verbo venire یعنی میاد بلافاصله. subito میشه بلافاصله. qualcuno a controllare کسی برای کنترل کردن. qualcuno, casi. Mica grazie. E poi ancora una cosa. Posso avere un altro cuscino? Mica merci, mamma. Va bad یک چیزی. و بعد باز هم یک چیزی. میتونم داشته باشم یک بالش دیگر. Posso avere un altro cuscino? جواب certo signora. حتما خانم. certo. داره تأکید میگه certo. Grazie mille, خیلی ممنون. جواب هست کو prego s'immagini. خواهش میکنم s'immagini میشه این حرفا چیه؟ s'immagini. معمولا برای قشنگتر کردن جمله وقتی ما میگیم prego خواهش میکنم این s'immagini پشتش میاریم برای حالت محترمانه که قشنگتر باشه. مثلا خواهش میکنم کاری نکردم تو این حالت میشه. خب بچه ها اینجا وربو ونیره داریم، آمدن که خیلی مهمه، زیاد استفاده میکنیم کلا در حالت مکالمه هامون. صرفش هست ونگو وینی وینه وینیامو وینیت وینگونو آمدن. خب این یک مثال دیگه هم داریم که حل کنیم. جون باز دوباره استوب کنید، برید خودتون حل کنید، برگردید. میگه پروبلمی پروبلمی مشکلات مشکلات. اوکی نکته اونجا بود پروبلما جمعش، ولی نگاه کنید باز دوباره برمیگرده حالت جمع مذکر. پروبلما پروبلمی ای پروبلمی. اوکی حرف تعریفش ای پروبلمی است. خب من طبق این تصویر باید بیام اینا رو کامل کنم که یک معنی بده. تصویرم کمکم میکنه. خب بعد از اینکه حل کردید برگردید نگاه کنید ویدیو رو ببینیم چی جوریه. میگه nel bagno non ci sono gli asciugamani. میگه در سرویس بهداشتی وجود نداره حوله ها. من اگه از معنیش هم حتی بلد نباشم از گرامر میتونم برم جلو، چون چی سونو جمعه یادتونه چی سونو، پس حتما بعد چی سونو باید یه چیز جمع بیاد. پس لی asciugamani حوله ها توی دستشویی تو سرویس بهداشتی حوله نیستش. اتفاقا اینجا میبینید یه ایکس داره روش. اوکی qui non è possibile chiudere bene la finestra. میگه اینجا امکان پذیر نیست ببندی خوب پنجره رو. اتفاقا میبینید که پنجره خوب بسته نمیشه، منظورش اینجا امکانش نیست یعنی خرابه حالا یا نمیشه. qui non è possibile chiudere bene la finestra. qui پس میشود اینجا non è possibile. il televisore non funziona Tommy Vinizia Television Core Nemicone. Il televisore non funziona Core Nemicone. Posso avere ancora una coperta? میتونم داشته باشم باز دوباره یه پتو دیگه داشته باشم که میبینید که نیست میخواد حالا داشته باشه یا حالا هرچی. Manca l'acqua calda. بچه verbo mancare میگه چه کم داشتن. کم داشتن یه چیزی مثلا پیش میاد زنگ میزنید میگید مثلا به دوستتون میگید ای ماریا manca il latte a casa. یعنی شیرم خونه نداریم. پس از وربو منکر استفاده میکنیم. تو زبان ایتالیایی هم وقتی ما تو فارسی میگیم آب گرم نیست، آب سرد نیست، یا نمیدونم حالا کار نمیکنه هر چی. تو زبان ایتالیایی وقتی که میخواد بگید آب گرم یا آب سرد نیست، از وربو منکر استفاده میکنید. Manca l'acqua calda. آب گرم نیستش. Acqua calda. حواستون باشه یه نکته. Caldo calda میشه گرم. Freddo, fredda میشه سرد. بچه انگلیسی زبانی رو معمولا اشتباه میکنن. Poi l'ultimo, آخری. C'è un problema con la lampada. یک مشکلی هستش با لامپ. میبینید که اتفاقاً لامپ خاموشه. È spento. C'è un problema con la lampada. یه مشکلی با لامپ هستش. یه تمرین خیلی ساده ولی خب شروع میکنید کم کم ببینید که توی خونه چه چیزایی هستش که ممکنه که مشکل باشه تا بتونید حلش بکنید. اوکی. خب میرسیم به یک پلان خونه. نمره 10 un messaggio dalle vacanze. یک مسیج از تعطیلات. Un messaggio dalle vacanze. خب این پلان رو ببینیم. مثلا کامل نیست. این پلان خیلی معمولیه. Oh, Vurudì dice ingresso. Poi abbiamo camera da letto, poi abbiamo il bagno, se vi spettasti. Poi soggiorno, hallway, cioè paziroi dice sala. Noi togliamo una ciuccica di che mamma gli soggiorno, sala, e non mamma la mamma che li può. Ma cucina o spazio. سوجورنه یه معنی دیگه هم داره. پرمیسو دی سوجورنه که میگن میشه اجازه اقامت. اوکی. پس سوجورنو به معنی اقامت هم هستش. ببخشید. خب ببینید این مساجو چیه؟ چه مساجویی دریافت کردم. میگه ciao cara. Finalmente siamo qui. Io, Luigi e la piccola Gaia. میگه سلام عزیز. Cara برای مؤنث خطاب به مؤنث، caro خطاب به مذکره. عزیز میگه finalmente siamo qui. میگه بالاخره اینجا هستیم. من لویجی و گایا کوچولو بچه شونه حالا هر کی که هست پیکولا گایا. دیمی come la casa. میگه خب بگو خونه چه شکلیه بچه ها. میدیکا حالت محترمانش بود یعنی بفرمایید به من بگید. دیمی حالت دوستانش. اتفاقا تو ایتالیا زیاد میشنوید میدیکا دیمی مثلا برای خرید کردن یا حالا جایی که کار دارید اینا رو زیاد استفاده میکنن. خب میبینیم چی میگه. L'appartamento è molto carino. Al piano terra e a pochi metri dal mare. È piccolo ma molto comodo. Dormiamo tutti insieme nella camera da letto. ببینیم چی میگه تا بعد ادامهش بود. میگه آپارتمان خیلی نازه. کرینو چه برای اشیا چه برای افراد به معنی ناز میشه. چون این کرینو برمیاده به آپارتامنتو مذکر اومده. مسلمه چون صفته با تطبیق داشته باشه. کرینو کرینا کرینی کرینه. پس دیگه داره حالا چی میخواید بگید. al piano terra یعنی طبقه همکف. پیانو ترا e a pochi metri dal mare. Perciò pochi میشه کم. متری میشه متر. ماره میشه دریا. یعنی چی کم متر از دریا؟ یعنی ایتالیایی وقتی میخوان بگن چند متری یک جایی میگن پاکی متری. a pochi metri. مثلا این مثال a pochi metri da casa mia. نقشه من کیبوردم ایتالیایی کنم. c'è un buon رستورانت. میگه در چند متری خونه من وجود داره یک رستوران خوب. پس ببینید اپاکی متری استفاده میکنه. این چه هم اومدم بهتون گفتم مفرد، رستورانت مفرده. چه اون بون رستورانت یک رستوران خوب هستش. خب è piccolo کوچیکه ma molto comodo. اما خیلی راحت. Dormiamo tutti insieme nella camera da letto. خب میگه میخوابیم همگی با هم در اتاق خواب. کامرا da letto. میشه کامرا هم گفت حالا da lettoش هم نیارید. خود کامرا به معنی اتاق هستش. خب ایل خب بچه ها ایل که اومده مذکر دیگه میتونه یا بانیو باشه یا سجورنو باشه. تا آخرش بریم ببینیم معنیش چی میشه. میگه حالا فلان چیز è molto piccolo خیلی کوچیکه ma il è molto grande خیلی بزرگه e comunica con la. Comunica. Verbo comunicare میشه ارتباط برقرار کردن. حالا ارتباط برقرار فیزیکی یا غیر فیزیکی. مثلا برای خونه ها وقتی یه جایی با یه فضایی ارتباط داره از verbo comunicare استفاده میکنیم. comunicare. خب من فهمیدم جا خالیاش چیه. ما شما امتحان کنید. میگه il bagno سرویس بهداشتی خیلی کوچیکه. اما il soggiorno, in ambos muzacchiare, il soggiorno è molto grande, خیلی بزرگه. E comunica و ارتباط داره با خب اینجا یا با اینگرس ارتباط داره یا با آشپزخونه ارتباط داره. چون لا اومده که مؤنثه پس کوچینا باید بذاریم. Con la cucina. با چرا رفتیم بالا؟ بذارید تکنولوژی دیگه همیشه اتفاق میفته. Comunica con la cucina. ارتباط داره با آشپزخونه. کوچینا دو تا معنا داره. یکی به معنی غذا، به معنی آشپزی، یکی به معنی آشپزخونه هستش. اینم یاد بگیرید. Qui il mare è bellissimo. میگه اینجا دریا خیلی زیباست. Mi manchi. Mi manchi اون میسیو انگلیسی یعنی دلم برات تنگ شده. وربو منکره هست کم داشتن اما بهش میرسیم یه ذره خاصه. تو سورلا لوئیزا خواهرت لوئیزا. تو سورلا لوئیزا. پس این مسیجی هست که دریافت شده و در مورد این خونه داره حرف میزنه. خب ادامه بدیم بریم سراغ تمرین بعدی. نمره 11 کازه vacanza .it مثلا اسم یه سایته. خب میخواد یه سری خونه هایی که برای تعطیلات هستش رو میخواد مشخصاتش رو بهمون یاد بده. نمره 1 میگه mare da favola a un prezzo ottimo. خب mare که گفتیم میشه دریا. da favola اصطلاحه. یعنی وقتی یه چیزی خیلی خوب هستش میگن da favola. مثلا به عنوان مثال میگن پیتزا دا فاولا یعنی پیتزاش فوق‌العاده است رویاییه چون فاولا خودش میشه حالت داستان رویایی و اینا. پس mare da favola a un prezzo ottimo با یه قیمت عالی. Capo d'Orlando Messina سیچیلیا ایتالیا اسم اون لوکیشنش هستش. پس سیچیلیا هستش سیسیل. Offro bilocale a 3 minuti dalla spiaggia. Quarto piano, ascensore, vicino a negozi, stazione e lungomare, posto auto, tel 368 738 7646. Oh, breve cinque. Offro al verbo offrire miat. Offer dodan, offer میشه دیدارس. بیلوکاله. بچه‌ها توی ایتالیا حالا کسی که اینجا هستن بهتر میدونن. توی ایتالیا خونه ها چند یعنی به 2-3 دسته تقسیم میشن. یه مونولوکاله داریم ما. مونولوکاله یعنی که یه خونه هستش که یه اتاق بیشتر نداره. اتاق مثلا اتاق خواب نیست، یعنی مثلا خونه های 20 خورده متر 30 متر بستگی داره که آشپزخونه و هال و اینا همش یه فضاست و شما رسما تو هال میخوابی. پس به اینا میگن مونولوکاله. بعد ما بیلوکاله داریم. بیلوکاله داستانش بر اینه که بیلوکاله یعنی یه دونه اتاق خواب داره، یعنی شما درخشید. بیلوکاله یعنی که شما یه دونه حال پذیرایی داری، حال بگیم پذیرایی نه، حالا ممکنه که یه آشپزخونه هم باشه، حالا اوپن باشه یا آشپزخونه جدا باشه، و یه دونه اتاق خواب دارید بیلوکاله. حتی بعضی وقتا بونگاهی ها زرنگ هم. مثلا خونه بهت نشون میدن که بیلوکاله هست ولی مثلا بهت نشون میدن تریلوکاله که انا براتون مینویسم. من فکر کنم اینجا یه ذره قاطی کرده، من فکر کنم اینجا بینیسم بهتر. مونولوکاله، بیلوکاله و تریلوکاله. خب تریلوکاله یعنی قاعدتا دو تا اتاق خواب داره، ولی بعضی وقتا بونگایی ها سر تو کلا میذارن. خونه بهت میگیم ما دنبال یه تریلوکاله میگردیم، یعنی دو تا اتاق خواب داشته باشه. بعد میرم بهت خونه رو نشون میدم، یعنی یه دونه اتاق خواب داره، یه دونه آشپزخونه داره و یه دونه هال داره. یعنی آشپزخونه رو به عنوان اتاق حساب میکنم. حالا همشون هم اینجوری نیستن، ولی خب این از این. پس دیگه حالا خونه بالاتر هم داریم، معمولا مونولوکاله و بیلوکاله و تریلوکاله هستن خونه ها، چون خونه ها تو ایتالیا خیلی بزرگ نیست دیگه، میدونید. پس بیلوکاله یعنی یه دونه اتاق خواب داره. A 3 minuti dalla spiaggia، در 3 دقیقه ساحل. A 3 minuti، اونجا دیدیم a pochi metri، اینجا میشه a 3 minuti، در 3 دقیقه ساحل. Quarto piano، چهارمین طبقه. Quarto piano، طبقه چهارم. حالا این اول دوم سوم هم حالا میبینیم. Quarto piano. Ascensore، آسانسور. Vicino a negozi، نزدیک به مغازه ها. نزدیک به همیشه میشه vicino a، نزدیک به مغازه ها. Stazione، ایستگاه داره، ایستگاه حالا قطار میتونه باشه، ایستگاه اتوبوس میتونه باشه. Lungo mare، خونه هایی که در لونگو ماره اصلا یه کناره ساحل، یعنی دقیقا ویو دارن به سمت ساحل یا خیلی نزدیک به ساحل دریا هستن. لونگو ماره. پستو آوتو یعنی یک جایگاه برای ماشین هم هست. این نیست که یه پارکینگ خصوصی داره، یه جا هست که شما بالاخره ماشین تو پارک کنین جریمه نشید. اینم تلفنشه، میگه prezzi a partire da 240 euro a settimana. این a partire da خیلی گول زننده است، یعنی قیمت شروع میشه از 240 یورو هفتگی. توی ایتالیا خیلی باید حواستون باشه که خیلی جاها بچه‌ها میگن که پیش اومده من آره ما سرمون رو کل ایتالیا خیلی کلاه نداره، خیلی به درس سوختن و اینا سرمون رو کلاه گذاشتن. این مثلا من لباسا رو برداشتم نوشته بود 10 یورو و من پیش اومده که نگاه کردم نه نوشته a partire da، مثلا با من 15 یورو حساب کرد. حواستون به این باشه، خیلی کوچولو اون پشمشتا اون وسط مسطح رو بینیسن a partire da، یعنی از اینقدر قیمت شروع میشه. پس a partire da یاد بگیرید. خب perfetto per settimana bianca a Cortina، میگه عالی برای هفته سفید در کورتینا. یعنی چی هفته سفید؟ settimana bianca به هفته‌ای که ایتالیا تعطیلات دارن که میرن کوه، میرن اسکی، بهش میگن settimana bianca. معمولا دسامبر، آخر دسامبر اوایل ژانویه است دیگه، تعطیلات کریسمس. کورتینا اسم یه جای خیلی معروف تو ترنتینو هستش، خیلی هم قشنگه، خیلی هم جای پولدارا و وی‌آی‌پی هستش. خب کورتینا بلونو ترنتینو آلتو آدیجه ایتالیا. من بهتون گفتم کورتینا توی ترنتینو هستش. In febbraio affitto appartamento situato in zona centrale, ben arredato e con ogni comfort. Riscaldamento autonomo, 2-4 posti letto, prezzo interessante. Ok. Perché dal modo febbie affitto e giore mi dà verbo affittare e giore dodano. E giore midam. O portemone voqe shode situato در یک زون یک در یک منطقه محله مرکزی چنتراله. بین اردات و خوب مبلمان شده. بین همون مخفف بینه هست. خوب مبلمان شده و با هر راحتی. کن آنی کامفورت. با هر راحتی. بیسکالدامینتو سیستم گرمایشی مستقل اتونومو. شما توی ایتالیا دو نوع سرویس دو نوع ریسکالدامنتو داریم. یه اوتونومو داریم، یه چنترالیزاتو داریم. اوکی. خب اوتونومو یعنی که دست خودتونه، مستقل هستش، خودتون میتونید کم و زیادش کنید. اما چنترالیزاتو میشه، من بخشید لپتاپ میزنم تو شارژ، دیدم چیزش کم شد، نورش کم شد، نگو شارژ نداره. Perfetto. Allora, داریم autonomo یعنی که مستقله، centralizzato درست نمیشتم centralizzato آره میشه مرکزی. تفاوتش چیه؟ autonomo دست خودتونه، میتونید کم کنید، زیاد کنید، خاموش کنید و این. ولی کم و زیادشون نمیدونم، ولی میدونم که میتونید روشن و خاموش کنید. هیچ وقت حالا ریسکالدامنتو autonomo نداشتم. ولی هر موقع که دوست دارید روشن کنید، هر موقع که دوست دارید خاموش میکنید. centralizzato میشه مرکزی تایمیه که معمولا هم خونه تو ایتالیا centralizzato هست، سریع تایمی خاموش میشه، سریع تایمی روشن میشه. حالا centralizzato یه خوبیایی داره، یه بدیایی داره، ولی در کل اینجوری هستش. پس اینجا میگه ریسکالدامنتو autonomo دست خودتونه، همون خاصی روشن میکنه، همون خاصی خاموش. دو quattro posti letto، دو تا چهار تا جای خواب، posti letto جای خواب داره. یعنی 2 نفر تا 4 نفر، یعنی 2 نفر 3 نفر 4. prezzo interessante، قیمتش جالبه، یعنی منظورش که حالا بد نیست که بپرسی قیمتش چنده، خوبه. اوکی. numero 3 in famiglia con gli amici a Bordighera، میگه با خانواده، در خانواده، با دوستان در Bordighera است، میگه جاییه. Bordighera Imperia Liguria Italia، تو استان لیگوریا هستش، همونجا که جنوا هستش. affitto appartamento 5 posti letto tv lavatrice ascensore 1.000 euro mensili marzo o aprile. میگه اجاره آپارتمان 5 posti letto، یعنی 5 تا جا برای خواب داره. تلویزیون و لواتریچه ماشین لباسشویی، ascensore آسانسور، 1000 euro منسیلی ماهانه، مارچ یا اپریل، تو این 2 ماه. خب میگه خیلی راحت بود، چیز خاصی نداشت، فقط این منسیلیش رو یاد بگیرید که میشه ماهانه. ما میگیم یا منسیلی میگیم یا میگیم المزه، فرقی نمیکنه، هر دوش معنا داره. المزه ماهانه، منسیلی هم میشه ماهانه. vista mare in Sardegna، خب ویو دریا در ساردینیا، یکی از زیباترین جاییه که من تا رو تو عمرم دیدم. پیشنهاد میکنم که از اگه ایتالیا هستن حتما ساردینیا رو برن، مخصوصا قسمت شمالی ساردینیا. خب کالا دی پلاتامونا ساساری ساردینیا ایتالیا اسم اون لوکیشنش هست. همونقدر که سیچیلیا زیباست، ساردینیا هم خیلی، شاید فکر کنم ساردینیا زیباتر از سیچیلیا باشه. خب a 50 metri dal mare, appartamento 65 metri quadri con ingresso indipendente. Affitto da maggio a ottobre anche settimane. میگه در 50 متری دریا، آپارتمان 65 متر مربع، متر کوادری. من چک میکنم ببینم درست نمیشم، یه من غلط چیز نداشته باشم، تایپی و ناز ایرادای نوشتنی. خب آپارتمان 65 متری با ورودی مستقل ایندیپندنته، متضادش میشه دیپندنته، یعنی اینش رو پاک کنید، ایندیپندنته مستقل، دیپندنته غیر مستقل. affitto اجاره از ماه می، مارجو، تا ماه اکتبر. همچنین هفتگی، یعنی منظور که هفتگی هم اجاره میده، anche settimane مجبور نیست کل ماه بگی. Forte dei Marmi یکی از جای معروف و قشنگ ایتالیا است. اسمشه، اسم جاشه. Lucca, Toscana, Italia. Da giugno a settembre affitto villino con vista sul mare. Grande soggiorno con balcone, 3 camere da letto, doppi servizi, garage e giardino. از ماه جون تا سپتامبر بچه بازه ها، حالا میخونیم کم کم اینجور چیزا رو بیشتر کار میکنیم علاوه بر اینکه فقط درس بشه. بازه از یه چیزی تا یه چیزی دیگه دوعه میشه. حالا بعضی وقتا با یه چیزی دیگه هم ترکیب میشه، من نمیخوام واردش بشم. ولی برای ماها وقتی میخوای بگید از این ماه تا این ماه دوعه استفاده می‌کنی، همه جا همین استفاده کردی. ببین اینجا نوشته da maggio a ottobre، چه میدونم اون اینو که ننوشته، ولی اینجا da giugno a settembre. Egiare villino, villino più villai cucic, villino con vista sul mare, bodit lo view ruiedario, sul mare. E solo enormi con grande soggiorno con balcone, mi hole buzul bo, balcone, mi c'è balcon. E tafavoti che balcone, bo, terrazzo d'ore, ine che balcone cuciche. خیلی کوچیکه. تراس ولی بزرگتره، مثلا میتونی صندلی بذاری، نمیدونم غذا بخوری. پس تفاوتش اینه، بالکن کوچیک هستش، تراس ولی بزرگه. خب کجا بودیم؟ اوکی. Grande soggiorno con balcone, 3 camere da letto، مثلا تو اتاق خواب، دوپی سرویس، یعنی سرویسش دبله، 2 تا سرویس داره، گاراژ داره، پارکینگ داره و جاردینو و حیات. گاراژ بهتون گفتم چون فرانسویه باید همونجوری میخونیمش، گاراژ. این جاردینو هم گفتیم 2 تا معنی داره، حیات و باغ. اوکی، رسیدیم به اینا. خب تمرینی که میگه که بکنید، میگه appartamenti، میگه leggi gli annunci e cerca le parole corrispondenti a، میگه بخون اعلامیه ها رو و بگرد کلمات مربوط به. خب ما تو زبان ایتالیایی آپارتمانی که 2 تا اتاق خواب داشته چی میگیم؟ بنویسید کلمه خاص داره، نمیگیم مثلا فارسی میگن 2 اتاق خوابه، ایتالیایی کلمه دیگه. Strada vicino al mare، خیابونی که نزدیک به دریا باشه، یه اصطلاحی داشت. Piccola villa، ویلای کوچیک، یه اصطلاحی داشت. Due bagni، 2 تا سرویس بهداشتی هم یک اصطلاحی داشت. پس اینا رو باز شروع کنید به گشتن توی متن‌ها، باز دوباره بخونید. خب ماهای سال و اول دوم سوم اینا رو میگیم، امروز میخونیم. خب gennaio، ژانویه. من اصلا یک کاری میکنم، همه رو اینجا مینویسم. نه پیج بعدی خیلی شبیه انگلیسیه، فقط اون حالت ایتالیایی شو باید بگید. gennaio، febbraio، marzo، aprile. یه بار دیگه میخونم و نگردم. maggio، حتی میتونیم باز دوره از اول بگید. giugno، luglio، agosto، settembre، ottobre، novembre و dicembre. اوکی، پس از ماه ژانویه شروع میکنیم، ماه سال اول، یعنی ماه اول دیگه، اول سال. gennaio، febbraio، من در این حال نگاه کنم غلط دیکته نداشته باشم. febbraio، marzo، aprile، maggio، giugno، luglio، agosto، settembre، ottobre، novembre، dicembre. پرفکت. اول دوم رو ببینیم. من میرم پیج بعدی که اذیت هم نکنه، شما داشته باشید. اوکی، اول دوم سوم. بچه‌ها این اول دوم سوم همیشه ما مذکرش رو میگیم، ولی مسلمه اگر من بگم چه میدونم صفت قرارش بدم، مثلا میخوام بگم که اولین دختر، میگم پریما راگاتسا. و میگم اولین پسر، میگم پریمو راگاتسو. میخوام بگم اولین خونه، پریما کازا، پس تطبیق تطبیق داره با کلمه‌ای که بعد میاد. اما primo همیشه مذکرش رو در نظر میگیرن دیگه. secondo terzo quarto quinto sesto settimo ottavo nono decimo. Li vuol dire bevini? Allora, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, avali oe, dovumi oe, nono, decimo. اول دوم سوم تا دهم. فعلا من میگم اینجا استوب بشین چون دیگه بیشتر از اینم فعلا نمیخوام خیلی چیزش کنم. کم کم بهش میرسیم. اوکی، بینیسیمو. خب بریم ببینیم که آیا تموم شد یا اینکه بازم هست. اوکی، خب یه چیز دیگه مهم دیگه هم هست. یه چیز مهم دیگه اعداد از 100 به بعد. خودش هم میگه این numeri da 100 in poi به بعد. خب 100 خیلی جای فارسیه، خوبیش اینه. 101 101 112 یعنی من 112 اینجوری میگم دیگه. 112 200 میگم 2 تا 100 تا 200 250 میگم یه 200 میگم بعد یه 50 میگم 250 290 800 میشه 8 تا 100 800 بس قاعدتا از 1 تا 9 باید خوب بلد بشه. 900 900 933 933 یه چیز بامزه‌ای که هست ایتالیایی‌ها پشت سر هم می‌نویسن. می‌بینید توی حالت هیچ کس حالا اینجوری نمی‌نویسه ولی همیشه عدد میاد ولی پشت سر همه. یعنی حتی باشه 1256 باید پشت سر هم بنویسید. بعد چیزی که خیلی بچه‌ها اشتباه می‌کنن بچه‌ها 1000 میشه 1000 2000 میشه 2000 10000 میشه 10000 یعنی 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 تنها کلمه‌ای که فرق می‌کنه 1000 میشه 1000 اون حواستون باشه. 1 میلیون دیگه اینا رو خیلی استفاده نمی‌کنم ولی خب بگیم 1 میلیونه 2 میلیونی جمع بسته میشه 1 میلیاردو 2 میلیاردی. این فقط به درد اون موقعی میخوره که در مورد اختلاس ایران میخواید حرف بزنید. از 1 میلیون 2 میلیاردی رو میتونید استفاده کنید. خب حتی برامای بارد شماره 2 qual è il numero seguente. حالا میگه کدوم عدد seguente عدد رو seguire میاد فالو میکنه کدوم عدد بعدی هستش. ما کاری به عدد بعدی نداریم. این تمرین باشه برای خونتون که اعداد رو مرور کنم. من میرم اون سخت‌ها رو میخونم که یه ذره یه دونه آسونش رو میگم. 601 600 میذارمش کنار 601 یه دونه ذره سخت‌تر بگم اینو مثلا. خب این هست 3564 دیگه من همونجوری میگم. 3000 میشه چی؟ اینجا داریم 2000 پس میشه 3000 564 3564. حالا یه دونه سخت‌ترش رو بگم مثلا این 457.000 پس 457,000 این فارسی 457.925 یه بار دیگه 457.925. پس شما دیگه من سخت‌ترینش رو گفتم دیگه. اینا رو شروع کنید تمرین کردن که اعداد رو کاملا بلد باشید. خب بچه‌ها درس 5مونم تموم شد و نصف کتابو خوندیم. مبارکه. و نصف کتابو خوندیم و بهتون پیشنهاد میکنم آخر درس هستش هر کی خواست میتونه قطعم کنه هر کی خواست میتونه گوش کنه. بچه‌ها ببینید مسلمه که 5 درس اول راحت‌تره تا 5 درس دوم. بهتون پیشنهاد میکنم اگه میخواد، چون تو این تایم یه سری ها از من پرسیدن که چیکار کنم که تمرین کنم، یعنی ما که صحبت نمی‌کنیم و اینا. ببینید خیلی باید خودتون تلاش بکنید، چون ما که فیزیکی هم دیگه نمی‌بینیم که بخوام حرف بزنیم اینا. برای همین به نظر من کاری که میتونید بکنید اینه که موضوع برای خودتون انتخاب کنید، شروع کنید به نوشتن. ایتالیایی خیلی گوش کنید، زبان ایتالیایی رو خیلی گوش کنید، حتی اگه متوجه نمیشید، چون بعضی وقتا بچه‌ها میگن خب من فیلم رو ببینم متوجه نمیشم. اوکی، هدفمون متوجه شدن فیلم نیست که مثلا فیلمو داریم فالو می‌کنیم مثلا ببینیم چی شد فیلمه، مگر اینکه می‌تونیم ببینیم فارسی یا انگلیسیشو ببینیم. هدف اینه که گوش کنید، کلمه‌ها یواش یواش به ذهنتون آشنا بشه، با ذهنتون آشنا بشه و کم کم کلمه‌ها رو یاد بگیرید. بعد تمرینی که هست، کلمه ها رو شروع کنید بنویسید، جمله بنویسید، متن بنویسید، موضوع مشخص کنید واسه خودتون تا کم کم جمله بندیتون راه بیفته و بهتر بشه. اوکی بچه‌ها، امیدوارم که روزای خوبی داشته باشید و اینکه اگر اینستاگرام من ندارید پایین لینک اینستاگرامم هست. من در اینستاگرام جمله میگم، حالت اصطلاح میگم، کاربرد یک کلمه رو میگم، یک نکته رو میگم. اگه دوست دارید، اگه دوست داشتید میتونید نگاه کنید. خداحافظ بچه‌ها.